در اینجا رخ داد، بر روی همین هرم در جنوب عراق که امروز زیر 2000 سال خاک و سنگ پنهان است. اما 2500 سال پیش این معبد هرمی شکل نماد قلب شهر باشکوه بابل بود، پهنه یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ. در 29 اکتبر سال 539 پیش از میلاد، در شهری که میبینید، تا جایی که چشم کار میکرد پوشیده از انبوه مردمی بود که هراسیده و دلنگران چشم راه مردی ایستاده بودند که کشورشان را فتح نموده بود. آنها آمده بودند تا ببینند که گشاینده کشورشان چه سرنوشتی برایشان رقم خواهد زد. معمولاً فرمان روای شکست خورده متحمل مرگ کشیده و دردناک می شد، به زنان تجاوز می شد و آن نیکبختانی که از دم تیغ می جستند به بردگی برده شده و شهر نیز غالباً به کام آتش سپرده می شد. این رسم همیشگی فاتحان بود که به اصطلاح عدل فاتح نامیده می شد. اما این یک فاتح معمولی نبود. با آنکه آوازه گذشت و مدارای این فاتح در سراسر گیتی زبان زد شده بود، اما آن روز در نبود اخبار دقیق کسی نمی دانست چه در پیش دارد. هنگامی که او از عرابه‌اش پیاده شد و از پله‌ها بالا رفت، ابراز احساسات انبوه مردم فضا را آکنده کرد. شاید احساساتی نه از شوق دیدار، بلکه فریادی که درخواست بخشش داشت. همین که او لب به سخن گشود، جمعیت خاموش شد. این بار همچون گذشته، این پیروزمند امید رعایای تازه را برباد نمی داد. او شروع کرد با کاری که تا آن زمان هرگز جای شنیده نشده بود. او ستایش کرد مردوک، خدای بابلیان را. پس از آن در یک دم فرمان داد تا درهای زندانها را به روی صدها هزار برده بابلی بگشایند، که در میانشان بیش از 100,000 یهودی یافت می شدند که 60 سال در بابل اسیر بودند. او فرمان داد که هر کس در ستایش خدای خود آزاد است و در هر کجا که می خواهد زندگی کند. این بود فرمان انقلابی کوروش بزرگ، بنیانگذار امپراتوری پارس. این رویداد گسستی تاریخی را در رسم همیشگی فاتحان به جای گذارد که دوبار از آن در تورات یاد شده است. خداوند در دل کوروش پادشاه پارسیان ندا داد که آن فرمان را در همه سرزمین ها پخش نموده و بر کتیبه ها نوشته. نقل از عزرا بخش نخست. و چنین نگاشته شد. در سال 1887 در ویرانه های باستانی بابل این استوانه سفالین یافته شد که عین متن سخنرانی مشهور همان روز کوروش با خط میخی بران حک شده بود. امروز با ساخته آن استوانه در مرکز سازمان ملل متحد در نیویورک نگهداری می شود و به قول آقای شاشی درور، معاون دبیر کل سازمان ملل، این نخستین اعلامیه حقوق بشر به شمار آمده و همواره گوشزدی است به همه ملل ها که آزادی از بنیادی ترین حقوق انسان هاست. ما بسیار سرافرازیم که فرمان کوروش را اینجا در سازمان ملل داریم. در این مکان ما نگهدار کهن‌ترین بیانیه حقوق بشریم که توسط کوروش بزرگ در 539 سال پیش از میلاد مسیح اعلام گردید و برای ما بسیار با ارزش بود که آن را اینجا داشته باشیم.
این فرمان اکنون بین تالار شورای امنیت و شورای اقتصاد جای دارد و هر دم الهام بخش دیپلمات هایی است که با موضوعاتی چون مرگ و زندگی، جنگ و صلح و حقوق بشر سر و کار دارند. حقوق بشر ریشه در همه کشورهای جهان دارد و کوروش برخاست و نشان داد که در خاورمیانه، در ایران و در حقیقت پس از پیروزی در بابل و این فرمان را صادر کرد که نهال حقوق اولیه بشر توسط دیگر فرهنگا و تمدن‌ها نیز صرفاً به دلیل انسان بودن آبیاری شده بود. پس چرا باید این فاتح خاورزمین مورد توجه غرب قرار گیرد؟ زیرا کوروش تأثیر مستقیمی بر دموکراسی غرب گذارده است. در حقیقت قانون اساسی آمریکا را می توان سندی بسیار ایرانی تلقی کرد. دو کتاب خواندنش برای سازندگان اولیه ملت‌ها بایسته بود. کتاب پرنس ماکیاولی که مورج حکومت بر پایه ترس و نیرنگ بود و به عکس سایروپدیای گزنفون یا کوروشنامه که مورج حکومت بر پایه مهر و داد است که حکومت کوروش خود نمونه آن بود. خواندن گزنفون مسلماً برای بنیانگذاران آن زمان بایسته بود. گزنفون البته داستان سرایی نکرده، بلکه کتابی آموزشی نوشته که کوروشنامه نام دارد. کوروشنامه گزنفون بیگمان یک رساله آموزشی برای تمام شاهزادگان به شمار می آمد که ذاتاً چون جزوه آموزشی برای دولت مداری و فرمانروایی قلمداد می شد. گونه ای مانند کتاب پرنس ماکیاولی. البته معروف است که ماکیاولی گفته که بهتر است مردم از فرمانروا در بیم باشند تا به او مهر ببرزند، در حالی که کوروش سایروپدیای گزنفون میگوید بهتر است مهر ورزند تا از او بترسند. امروز چندین نسخه از این دستور کار باستانی در کتابخانه کنگره در واشنگتن یافت می شود. این یکی از دو نسخه های کوروش نامه است که به توماس جفرسون تعلق داشت. با توجه به قانون اساسی آمریکا، کمتر شبهه‌ای می توان داشت که سازندگان آن میان این دو راه کدام را برگزیده اند. بیگمان کوروش تنها به دلیل یک فرمانروای بزرگ بودن مورد ستایش نبوده است. او نخستین کشورگشای بزرگ تاریخ است. فنون و استراتژی‌های رزمیش کماکان در دانشکده‌های بزرگ نظامی آمریکا تدریس می‌شود. اسکندر، سزار، او را به عنوان یک نابغه جنگی یاد کرده اند. در حقیقت در تاریخ چنین آمده است که اسکندر درست پس از گشودن امپراتوری پارس دست کم دو بار برای ادای احترام به آرامگاه کوروش رفت و قربانی به پیشگاه قهرمانش برد. پس چگونه است که فیلم‌های زیادی از جولیوس سزار و اسکندر به صحنه آمده اما هرگز فیلم مستندی از این بنیانگذار امپراتوری نیرومند پارس ساخته نشده است؟ برخی آن را ناشی از نگرش تعصب آمیز غربی می‌دانند که تاریخ اروپاییان از یونان آغاز می‌گردد. در غرب از کودکی چنین می آموزند که امپراتوری پارس قدرت قهاری بوده که تنها هدفش بردگی یونانیان بود. در داستانهایی مانند جنگهای ماراتون و ترموپیل، مورخین کلاسیک یونانی ایرانیان را بارها خونخوار و وحشی جلوه داده اند. اما آیا به راستی این حقیقت دارد؟ حقیقت این است که تاریخ را همیشه فاتحان می نویسند. اما اکنون فیلم بردارم و من رد پای کوروش را در 5 کشور گوناگون دنبال نموده و با ده ها تن از پژوهشگران نامی گفتگو کردیم تا این نامدار شکوهمند تاریخ را به زندگی برگردانیم در فیلمی مستند به نام زیبنده در جستجوی کوروش بزرگ.
با بهره‌گیری از آخرین داده‌های علمی و با ارزش‌ترین منابع باستانی، یکی از گرامی‌ترین فرمانروایان سرانجام از زیر خاکستر تاریخ بیرون آمده تا بتواند جایگاه برحق خود را در بارگاه فرمانروایان نامدار جهان باز یابد. گرچه بسیار دیر، این فیلم مستند با یکی از پرهزینه ترین فیلم های مستقل سینمای انگلستان همزمان خواهد بود. کارگردان و نامزد جایزه اسکار الکس جوبی نیز فیلمی حماسی در دست ساختن دارد با بودجه نزدیک به 80 میلیون دلار در